عرض ادب و احترام دارم خدمت بینندگان عزیز تلویزیون اکو ایران. بنده محمد احمدزاده هستم، مشاور و مدرس حوزه های کسب و کار، مدیریت چابک و مدیریت پروژه. امروز در خدمت شما هستیم با موضوع بسیار جدید و پرچالش مدیریت چابک. یکی از دوستان من، یکی از مهمانان عزیز این برنامه دعوت بنده رو پذیرفتن و در این برنامه در خدمتشون هستیم تا در خصوص چابک و مدیریت چابک با شما صحبت کنیم. آقای مهندس سلام. سلام بر شما، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم و بینندگان شما ممنون که منو دعوت کردید. خواهش میکنم. من اسم و فامیل شما رو نمیگم، یه کمی سورپرایز کننده باشه. میشه خودتون رو معرفی بفرمایید و بفرمایید که به صورت تخصصی در کدوم حوزه فعال هستید؟ خواهش میکنم. من فریدون فرداد هستم و در حوزه های مدیریت پروژه، مدیریت چابک، تحلیل کسب و کار و رشد و بهبود فردی مشغول مشاوره، آموزش و سخنرانی و نویسندگی هستم. بسیار عالی. خیلی ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. خواهش میکنم. ممنون از شما که دعوت کردید. خواهش میکنم. آقای مهندس فرداد، با توجه به اتفاقاتی که داره میفته و این بحث چابکی، میخوایم الان یک کمی با هم دیگه گپ بزنیم راجع به اینکه چابکی چیست و چابکی چه چیزی نیست. میخواید شما یه سر قلم رو، به قول سر رشته صحبت رو دست بگیرید و بفرمایید که به نظر شما چابکی چیست و چه چیزی نیست. مرسی، ممنون از شما و سوال خوبتون. به هر حال بحث چابک، اجایل و مدیریت چابک بحث داغ امروز ایران و دنیاست. خب وقتی در لغت، کتابچه لغت ما چابکی رو معنا میکنیم، اگه بخوام خیلی ساده در مورد صحبت کنم، اینی که توانایی تغییر جهت بدن در سرعته. یه آهو رو شما در نظر بگیرید که یک شیر یا یک یوز پلنگی به دنبال این هست و میبینیم که آهو به سرعت، وقتی که داره با سرعت میدوه، یک دفعه تغییر جهت میده. وقتی که بیشتر رو این معنا کند و کاو میکنیم، جستجو میکنیم، چند تا فعل و صفت رو میتونیم برامون معلوم بکنه و مشخص کنه. چابکی یعنی تعادل، چابکی یعنی توان و هماهنگی، و در یک جمله چابک بودن یعنی سازگاری با محیط پیرامون در شرایط عدم قطعیت و محیط ریسکی. این تعریفیه که ما میتونیم از واژه چابکی داشته باشیم. و اما چابک یا اجایل چه چیزی نیست؟ خب حالا قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، منم یه ایده دیگه ای دارم راجع به چابکی، شاید بد نباشه این رو مطرح کنم. به نظر من چابکی رقصیدن با همین تغییرات هست. یعنی یه جاهایی ما این تغییرات رو با شرایط خودمون رو تطبیق بدیم، همونجور که شما فهمیدید، و برقصیم با این شرایط. و نکته بعدی که فکر میکنم خیلی مهمه، کار تیمیه. یعنی اگر بخوایم یه چابکی رو بخوایم خیلی جدی تعریف کنیم، به نظرم باید کار تیمی رو هم کنارش بذاریم. به جای یه کار فردی، کار تیمی انجام بدیم. مثل همون مثال شما، همون گوزن‌ها رو اگر مثال بزنیم، معادلش میتونه گورک‌ها باشه، که گورک‌ها با همدیگه حمله میکنن، با همدیگه در واقع چیز میکنن، شکار میکنن. این خودش باعث میشه که به نظر من کار تیمی هم اینجا کنار چابکی باشه. و یکی از مانیفستای چابک و همون در واقع اصول اصلی یا ولیوها، ارزش‌های چابک، هم اینه که افراد و تعاملات اولویت دارد بر فرایند و ابزارها. لذا به نظر من به این نکته اشاره کنیم شاید بد نباشه. دقیقاً حرف شما درسته، چون در این دنیای پر تغییر، وقتی که کار تیمی صورت بگیره، قطعاً خیلی موفق‌تر خواهد بود. شما خودتون می‌دونید آقای دکتر، یکی از اصول شیشگانه یکی از چارچوب‌های چابک به نام اسکرام، تیم ورک هست. و اصلا خیلی تاکید زیادی داره مفاهیم چابک رو بحث تیم ورک. دقیقاً. خب حالا بریم ببینیم چابکی چه چیزی نیست. چابک یا اجایل عجله کردن نیست. اینکه میگیم باید خیلی سریع کاری رو انجام بدیم، سریع پاسخ بدیم، خیلی سریع انتباق پذیری داشته باشیم، به معنای عجله کردن نیست. تفکر چابک به معنای تولزن تکنیکای رایج، کانبان بورد، نرم افزار جیرا، نرم افزار ترلو نیست، بلکه چابک یک تفکره،
یک تفکریه که در سازمان‌هامون، در پروژه‌هامون، نوع نگاهمون به انجام کار و پروژه متفاوت باشه. حالا من یه کمی باز یه نظر دیگه ای دارم. یعنی فکر میکنم چابکی هر تیمی هم نیست. من خیلی رو اون تیم ورکش تاکید دارم. به نظر من هر تیمی نیست. من مثلا میبینم تو روزنامه ها مینویسن دو تا وزارتخونه رو با هم مرج کردیم چابک شدن، یا دو تا مثلا شرکت با هم مرج شدن چابک شدن. این به این معنی نیست. واقعا انتخاب افراد برای اینکه در یک تیم چابک باشن خیلی مهمه. لذا هر ترکیبی از آدم ها چابکی نیست قطعا، و انتخاب این آدم ها به نظر من خیلی مهمه. یه نکته دیگه هم که به نظر من چابکی نیست، چابکی به این معنی نیست که ما همیشه بدون پلن باشیم. قطعا پلن داریم، منتها برنامه یا پلنمون، حالا من سعی میکنم کلمات فارسی هم استفاده کنم، برنامه یا پلنمون متفاوته از برنامه های بلند مدت و طولانی مدت. نوع نگاه به برنامه ریزی متفاوت میشه. برنامه ریزی از بین نمیره، به قوت خود باقی است. در واقع یه نگاه جدید، یه فلسفه جدیدیه به کار تیمی، به برنامه ریزی، انطباق و پاسخ به تغییرات. دقیقا درسته. خب حالا بریم سراغ روش‌های چابک. به نظر شما کلن چه روش‌های چابکی وجود داره؟ کدوم محبوب‌تره؟ چرا محبوب‌تره؟ بسیار سوال قشنگیه. ببینید واقعا میتونیم بگیم که هر ماه اگه آدم یه سرچ اینترنتی داشته باشه میتونیم بگیم یک روشی، یک چارچوبی، یک متدولوژی جدید چابک در دنیا ایجاد شده. بسیار بسیار حوزه‌ای که میتونیم بگیم لوگاریتمی و نمایی داره پیشرفت میکنه. اما بخوام یه خود کلاسیک توضیح بدم، اصول چابک یا روش‌ها یا چارچوب‌های چابک در دو دسته کلی تقسیم بندی میشن. چارچوب‌های چابک برای پروژه‌های با اسکیل کوچک و چارچوب‌های چابک برای پروژه‌های با اسکیل بزرگتر. این دو دسته کلیه. در پروژه‌هایی که اسکیل پروژه‌شون کوچیکه، روش‌هایی مثل اسکرام، کانبان، اسکرامبان، XP، کریستال و لین جز روش‌هایی هستش که در دنیا مرسومه و ازش استفاده می‌کنن. البته نزدیک 10-15 تا روش، متدولوژی یا چارچوب دیگه است، اما اینایی که خدمتتون عرض کردم جز معروفاست. و در پروژه‌هایی که اسکیل پروژه چابک بزرگه و چندین تیم چابک باید در کنار همدیگه کار کنن، روش‌هایی مثل اسکرام آف اسکرام، لس، دی اس دی ام و نکسوس، اینا روش‌هایی هستش که در اسکیل‌های بزرگ انجام میشه. حالا من یه کمی باز میخوام به چالش بکشم این موضوع رو. به نظر من رویکردهای چابک کلن از ناب میان، از مدیریت ناب، همون اتفاقی که در شرکت تویوتا افتاد. و هر ابزاری که یا هر متدی که یا هر چارچوبی که تو این حوزه است الهام گرفته از اون موضوع ناب هستش، مدیریت لین یا مدیریت ناب. و با توجه به این دستبندی، اون دستبندی کلاسیکی که شما فرمودین وجود داره، ولی علاوه بر اون یه متدهای جدیدی هم اومده توی بازی مثل به نام متدهای هایبرید و ترکیبی، که در واقع یا ترکیبی از روش‌های آبشاری و روش‌های در واقع روش‌های سنتی و چابک هست. بله، مثل این میمونه که من یک فاز از مثلا فاز ای از یه پروژه ای پی سی رو، یه پروژه بزرگ رو با روش چابک برم، فاز پی و سی که نیاز به مستندسازی و در واقع رعایت قوانین و تغییرات داره، اون رو با روش آبشاری برم. یه روی کرده دیگه که شما توی صحبت رو اشاره کردین، متدایی هستن که ترکیبیان از دو تا روش چابک، مثل همین اسکرام بن و مثلا لین اسکرام یکی از متدها هست. بله. جدیدن اسکرام ایکس پی خیلی استفاده میشه تو سازمان ها و شرکت ها. حالا بله. از بین اینا کدوم به نظر شما محبوب تره؟ چرا؟ ببینید آمار خیلی دقیقی ما نداریم تو این موضوع. من که مثلا یک کار تحقیقاتی انجام شده باشه برن سراغ تمام شرکت های ایرانی که مفاهیم چابک رو استفاده میکنن ببینن که چجوریه. اما به هر حال وقتی ما در صنعت هستیم، با سازمان ها، با دوستان، با بقیه مدرسین در ارتباط هستیم، سرچ های اینترنتی رو میبینیم، بین همه این روش ها روش اسکرام و بعد از اون کانبان جز روش های محبوبیه که بیشتر سازمان های ایرانی از این روش استفاده میکنن. تو تکمیل فرمایش شما درسته، دقیقا تو ایران ما متاسفانه ضعف آمار داریم.
ولی یه مؤسسه هست به نام State of Agile، اتفاقا یه گزارشی رو، یه گزارش بین‌المللی رو ارائه داده و تو اون روش‌های از بین روش‌های سبکی که شما فرمودین اسکرام رو مثال زده، ولی یه موضوع جدیدی رو مطرح کرده به نام روش دیوآپس یا فلسفه چابک دیوآپس. بله. ترکیبی از دیولپمنت و آپریشن، یعنی توسعه و نگهداری و پشتیبانی. اونم به نظر من آینده چابکه، یعنی به نظر خیلی هم به شدت مورد توجه الان قرار گرفته تو دنیا و تو سازمان‌ها. دقیقاً. به خصوص سازمان‌هایی که می‌خوان هر روز مثلا وبسایتشون تغییر کنه، اپلیکیشنشون تغییر کنه، محصول جدید یا فیچر جدید ارائه بدن یا باگ‌ها و مشکلات محصول قبلی رو حل و فصل کنن. دقیقاً. ولی اون تو اون گزارش هم به فرمایش شما تاکید کرده، یعنی بین متد‌های سبک وست اسکرام رو انتخاب کرده، بین متد‌های سنگین به قول معروف فول اپروچ یا کامل سیف رو انتخاب کرده، SAFE. بله. و بین متد‌های جدید هم دیوآپس رو به عنوان پیشنهاد ارائه داده. خب حالا چه تفاوتی داره با روش‌های سنتی روش چابک؟ ببینید اول من این نکته رو بگم که چرا اسکرام اینقدر محبوب شده. این تحلیل من آقای دکتر، سه تا دلیل براش دارم. یک، اسکرام بسیار روش ساده ایه. البته روش‌های چابک همه‌شون ساده‌ن، اما اسکرام بین اینها خیلی ساده و کاربردی تره. به نظر من این دلیل اول. اصلا میونه کلامتون لایت ویت، یعنی همین دیگه، خیلی سبکه، خیلی راحت قابل اجرا هستش. بله. دلیل دوم این به نظر من و تحلیل من اینه که یه جورایی به نسبت بقیه پیشروتر بود و زودتر به بازار اومد. به هر حال هر پروداکتی، هر کانسپتی وقتی که زودتر از بقیه به بازار میاد میتونیم بگیم که خب پیشروتر هم خواهد بود. و دلیل سوم به نظر من کسانی هستن که پشت این چهارچوبی هستن به نام اسکرام. دو تا از قولهای بزرگ نرم افزاری دنیا به نام آقای کن شوبر و جف سادرلند که پدر چهارچوب اسکرام هستن، به خاطر نام و اون سابقه قدیمی و قدرتمندی که در دنیا و تو این فضا دارن، به هر حال وجود اینها، تبلیغات اینها باعث شده که به هر حال روش چابک چه در دنیا چه در ایران طرفداران زیادی داشته باشه. بله، این دو نفر اصلا جز کسایی بودن که اون چهار تا مانیفست اصلی چابک رو هم در واقع بیس و پایه چابک رو هم ایجاد کردن و پروپاگاندای خیلی خوبی کردن، پشت سر این در واقع منوال اسکرام رو دادن و جدیداً هم منوال اسکرام جدید بیس رو ارائه دادن. تقریبا یک ماه پیش میشه، تقریبا دی ماه آذر 99 در واقع این رو ارائه دادن. خب بریم سراغ حالا در کسب و کارها صحبت کنیم، یکی بگیم چابک رو بیاریم تو فضای کسب و کار. به نظر شما چرا اهمیت داره که ما از مدیریت چابک، از این روش جدید به قول معروف، از این فلسفه جدید تو کسب و کارمون استفاده کنیم؟ ممنون از سوال قشنگتون های دکتر. من یه جمله میگم از آقای روری سیمسون که شون مدیر بخش بازاریابی تلفونیکای یک شرکت بزرگ تلفن همراه در اسپانیا. ایشون میگه که دنیای امروز و دنیای آینده دنیای ووکاه. بله. و کسی که در این دنیا به قول شما بتونه برقصه و روی این موج سوار باشه، این فرد، این سازمان موفق خواهد بود. ووکا چیه؟ ووکا از چهار کلمه تشکیل شده. وی ولاتیلیتی، یعنی دنیای پر از تغییر. یو آنسرتینتی، یعنی دنیای پر از عدم قطعیت. سی کامپلکسیتی، یعنی دنیای پر از پیچیدگی. و ای آخر امبیگیوتی، یعنی ابهامه. شما اگه در بیزنس نگاه کنید، قولهای صنعتی رو وقتی نگاه میکنید میبینید که در یک رقابت بسیار بسیار سری با هم هستن. شما مثلا به آمازون نگاه بکنید، به گوگل نگاه بکنید، به اپل نگاه بکنید، به سامسونگ نگاه بکنید، بنز، بی ام و، خودرو ساسا، اینایی که با هم دیگه رقابت میکنن دائما دارن محصولات جدیدی رو به بازار میدن. از این ور خواست مشتری هی داره تغییر میکنه، یعنی ما با دنیای طرف هستیم که هی تغییرات توش خیلی زیاده، عدم قطعیت توش خیلی زیاده و خواست مشتری هم هی داره تغییر میکنه و این همه خیلی سریع داره انجام میشه. لذا سازمانی که اگر با این سیستم و تفکر خودشو آداپته نکنه،
قطعا محکوم به شکسته. ما همیشه در مثالها، در کتابها شرکت نوکیا رو مثال میزنیم. بله. غول موبایل جهان بود و خیلی هم نگذشته تا نزدیک 10 سال پیش، 15 سال پیش، تقریبا تمام کسانی که حالا تلفن همراه داشتن، واقعا میتونیم بگیم 80-90 درصدشون از این دستگاه استفاده میکردن و یه شعار خیلی معروفی بود که تو مجله فوربس مدیر عامل نوکیا داره یک ژست تبلیغاتی میاد، میگه که مگه این غول صنعتی میتونه شکست بخوره؟ و الان میبینیم که از این غول صنعتی هیچ خبری نیست. چرا؟ چون با این تغییرات جدید خودشو آداپته نکرد و در باد پیروزی های گذشته خوابید. این دنیا دنیای بسیار متغیریه. وقتی برگردیم به 30 سال پیش و الان نگاه کنیم، کاملا میتونیم تغییرات رو تو همه چیز ما ببینیم. هر روز یه اپلیکیشن جدید میاد، هر روز یه روش جدید میاد، هر روز کتاب جدید، علوم جدید، به شدت علم داره پیشرفت میکنه. و میخوام حرفی رو از کلام خود شما بگم آقای دکتر، امروزه چابک و چابک بودن دیگه یک انتخاب نیست، یک اجباره. و سازمان ها اگر بخوان برای بقا بجنگن و باقی بمونن، باید سراغ این نوع تفکر برن. دقیقاً. آقای اریک اشمیت یک کتابی نوشته به نام گوگل چگونه کار میکند، اتفاقا ترجمه هم شده، صوتیش هم هست. بعد تعریف میکنه، میگه من اوایل که اومده بودم گوگل، از من یه برنامه بلند مدت مثلا 5 ساله خواسته بودن که تو گوگل رو چجوری میخوای توسعه بدی، پیشرفت بدی، به چه نقطه‌ای میخوای برسونیش. میگفت من هرچی فکر کردم، هرچی تلاش کردم که خب مثلا گوگل هر روز در حال نوآوریه، در حال ارائه محصولات و خدمات جدیده، چجوری میتونم پیش بینی کنم که 5 سال دیگه، 10 سال دیگه یا 20 سال دیگه در کجا هستش. میگفت یکی از استراتژی‌هایی که انتخاب کردم، باز من برمیگردم اون حرف اولم، این بود که یه جمله در واقع شد اون پلنه، جوانان و افراد خلاق نوآور رو استخدام کنم. یعنی پلن گوگل این بود که خلاقیت رو داره استخدام میکنه و خلاقیتی که باعث شده این همه اتفاق بیفته. به همین دلیله که من به چابکی اون تیکه تیم ورک، کار تیمی و خلاقیتی که از این تیم میجوشه و سینرژی یا هم گرایی که ایجاد میشه خیلی اعتقاد دارم. و در تکمیل فرمایش شما، الان نه تنها تو دنیا، تو ایرانمون هم حالا همینه. بله. حالا استندیش گروپ خب معروفه، شما قبل صحبت‌های پشت صحنه‌مون هم اشاره کردید که الان استندیش گروپ پیش بینی کرده که اگر سازمان‌ها چابک نشن از بین میرن. دایناسور به دلیل نوکیا، یه دایناسوری بود تو سنم، نه اینکه نوکیا ضعیف بود، اتفاقا خیلی قوی بود، ولی نتونستن دایناسورها خودشون رو با شرایط جدید تطبیق بدن و لذا از بین رفتن. اون چیا موندن؟ سوسمارا که خود... سوسکا موندن. آره، سوسکا، سوسکای حمام موندن. دقیقاً. چون قدرت انتباق پذیری خیلی بالا، دقیقاً خیلی بالا دارن. یا مورچه ها موندن، مورچه ها خیلی قدیمی هن. یا مارمولک ها مثلا موندن. اینه که به نظر من دنیا دنیای تطابق و رقصیدن با شرایطه و اگر ما این فلسفه رو رعایت نکنیم، محکوم به فنا هستیم، کما اینکه خیلی از شرکت ها تو ایران دارن این اتفاق براشون میفته. دقیقاً. خب بریم سراغ سوال آخر. در حوزه چابک، توصیه ما به کارشناسان، مدیران برای شناخت این موضوع، به کارگیری موضوع چیه؟ می‌خواستم نظر شما رو بدونم. اگه اجازه بدید آقای دکتر، من اینو با یک مثال و یک خاطره شخصی بگم. خواهش. پای صحبت یکی از دوستان نشسته بودم، کسی که به هر حال سمت استادی به گردن من داره و خیلی چیزها ازشون یاد گرفتم، داشت تعریف میکرد که اون موقع که ویندوز 98 اومده بود و تازه مجموعه آفیس اومده بود، ما با چیزی آشنا شدیم به نام اکسل. یک مدرسی از خارج از کشور میاد، اون موقع مثلا اگه حقوقها 30,000 تومن بود، یک دوره 20,000 تومنی، و ایشون این دوره رو میره. یک کار خیلی عجیب غریب کرده بود از نگاه همکارانش، اما همین آدم چون اکسل بلد بود، بسیار بسیار تونسته بود تو اون سازمان رشد کنه، بولد بکنه و چندین پروژه مشاوره گرفته بود با مالی های چند سازمان که محاسباتشون رو با اکسل انجام بده. اون موقع اکسل یک کالای لوکس بود و 10 سال بعد و الان یک اجباره.
یعنی یک کارشناس ساده وقتی میاد پیش من و شما، اولین سوالی که ازش میکنیم اینه آیا اکسل بلدی یا نه. اگه بلد نباشی دیگه اصلا وارد بقیه مسائل نمیشی. مثال بعدی رو خودم لمس کردم. سال 83 دوره رفتم به نام پریماورا، پیتری بود اون موقع، پریماورا سو یک. برای مصاحبه وقتی تو چند سازمان میرفتم، ام اس پراجکت رو شنیده بودن اما پریماورا رو نشنیده بودن. بله، میگفتم پولتو دور ریختی. اما بعد یک مدت اجباری شد و کسانی که مثل من یاد گرفته بودن با این موج رقصیده بودن. و الان دقیقاً چابک امروز مثل اکسل 25 سال پیش و پریماورای 15 سال پیشه. ممکنه الان یک کالای لوکس باشه ولی مطمئن باشید 5 سال بعد یک اجباره. در این رقابت کی برنده است؟ کسی که الان بره سراغ این مفاهیم یاد بگیره، در عمل به کار ببره و اون وقت 5 سال دیگه از کسانی که تازه میخوان شروع کنن 5 سال جلوتره. بله دقیقا من با شما موافقم. دنیا دنیای تغییره، به قول خود فرمایش عزت‌عالی ووکا هست، همه چی در حال تغییره و کسایی میتونن تو این تغییر موفق تر باشن که بتونن با شرایط خودشون رو تطبیق بدن، آموزش های جدید یاد بگیرن. به قول آقای آلوین تافلر دیگه بی سواد اونا نیستن، که اونایی نیستن که سواد خوندن نوشتن ندارن، بلکه اونایی که نمیتونن آموخته های کهنه شون رو دور بریزن و آموخته های جدید یاد بگیرن. من توصیه‌ام به سازمان ها این هستش که حتما با این موضوع جدید، با این فلسفه جدید آشنا بشن. خیلی ممنون آقای مهندس فرداد از اینکه در این برنامه آموزشی در خدمت شما بودیم، باعث افتخار ما بود. اگر کلام آخری هست بفرمایید. ممنون از شما. مرسی، متشکرم که منو دعوت کردید. امیدوارم که باز هم در برنامه‌های بعدی بتونم در خدمتتون باشم. خواهش می‌کنم. سپاسگزارم از شما. حتما، با افتخار. خیلی ممنون بینندگان عزیز. امیدوارم که این برنامه، این گفتگوی در واقع دو طرفه مورد توجه شما قرار گرفته باشه و تونسته باشه مفاهیم چابک و مدیریت چابک رو برای شما توضیح داده باشه. متشکرم از اینکه به برنامه ما توجه فرمودید. سپاس. Thank you.